تداوم مشکلات بانک های ایتالیایی و ناتوانی آنها در بازپس گرفتن وام های پرداخت شده به مردم، 16 بانک این کشور را در شرایطی بحرانی قرار داده است. این بانک ها هم اکنون به بزرگترین طلبکاران و بدهکاران مردم تبدیل شدند. بحران بانکی در ایتالیا ده ها هزار نفر از صاحبان سپرده و اوراق قرضه را در بانک ها به شدت متضرر کرده است. من تقریبا تمام سرمایه یک عمر کار و تلاش خودم رو که در بانک نگهداری می کردم از دست دادم. دیگه حتی به بانک ها هم نمیشه اعتماد کرد. در پی ورشکست شدن چند بانک ایتالیایی در ماه های گذشته، دولت ایتالیا وعده داده بود که پول آنها را باز خواهد گرداند. در حالی که بیش از 130 هزار نفر سپرده هایشان را در بانک از دست داده اند، دولت فقط قصد داره به 5 هزار نفر آن هم تا سقف 80% پول بدهد. مردم با عنوان سپرده گذاران بیشترین آسیب را از کاستی های نظام بانک ایتالیا متحمل شدند. ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا تلاش میکنه تا با اعطای کمک های دولتی به بانک های بحران زده اونا را از ورشکستگی نجات بده. این در حالی است که بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، دولت‌های اروپایی نمیتونن از بودجه دولتی برای کمک به بانک‌های بحران زده استفاده کنند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.